نظر شما چطور میشه توی بچه‌ها عادت‌های خوب غذایی به وجود آورد و اونا رو از خوردن غذاهایی که خیلی مضرن برای سلامتیشون دور کرد؟ این روزا خیلی از پدر و مادر برای اینکه بچه‌هاشون رو تشویق بکنن بهشون یه غذاها و خوراکیایی رو میدن که اکثرا شیرینن یا سرخ کردن، کلا برای سلامتی بچه‌ها ضرر زیادی دارن. با وجود این همه تبلیغات تلویزیونی که خیلی هم جذابن و بسته‌بندی‌های خوراکی‌های مختلفم که خیلی وسوسه انگیزن، بچه‌ها کلا این خوراکی‌ها رو به سبزیجات و میوه‌ها خیلی ترجیح میدن. پس فکر می‌کنین چیکار باید کرد که بچه‌ها غذاهای خونگی رو بیشتر از غذاهایی که از بیرون تهیه میشه دوست داشته باشن؟ امروز میخوام بهتون بگم که این کار شدنیه و اولین قدمش هم اینه که بچه‌ها رو با آشپزی و آشپزخونه آشنا کنین، اجازه بدین که باهاتون همراهی کنن. به خاطر همینم من امروز اومدم به کیدز کیچن یا آشپزخونه بچه‌ها توی شمال لندن. یه کلاسیه که بچه‌های به کوچیکی 3 سال و 4 سال توش یاد میگیرن که غذای خودشون رو با دسر خودشون رو بپزن. خب من الان پیش نیکول هستم و کلاسش که اکثرا بچه‌ها پیش دبستانی هستن. نیکول توی این کلاس به بچه‌ها یاد میده که چجوری غذای خودشون و دسر خودشون درست بکنن و بهشون از فایده های مواد غذایی مختلف میگه، بهشون میگه چقدر بهتره که غذاشون و خودشون با مواد غذایی تازه درست کنن تا اینکه بخوان برن توی رستوران ها و سوپرمارکت ها غذاشون رو بخرن. در واقع یه بازی به وجود میاره که هم برای بچه‌ها جالبه و خیلی هم دوست دارن که راجع به غذای مختلف یاد بگیرن. ازش پرسیدم که امروز کلاس چی میخواد یاد بده، گفتش یه شیرینی به اسم اپل پلاته که یه حالتی که توش یه شیرینیه که توش سیبه و اینکه اینا رو هم میخواد، این زیتونا رو هم میخواد یاد بده چجوری درست کنن که شکل پنگوئن در آورده که زیتونه و هویجه با پنیر که توی زیتونه گذاشته و بچه‌ها الان کلی هیجان دارن تا بتونن اینو درست کنن. The kids in the kitchen tie up their hair, tie up their hair, tie up their hair. The kids in the kitchen wash their hands when they do the cooking. هر دفعه که کلاس شروع میشه برای هر غذای جدیدی که میخوان درست کنن یه شعرم اولش میخونن که کلی بچه هارم به هیجان میاد. بعد برای مواد غذایی که الان مثلا میخوان اون چیز سیب درست کنن، اپل پلات رو درست کنن، مواد غذایی به جای اینکه اسماشو به همه بگه میبره دونه دونه بهشون نشون میده، ازشون میخواد که حدس بزنن ببینن این چه ماده غذایی. مثلا دارچین رو به جای اینکه بهشون بگه این دارچینه و بورد بهشون گفتش که بو کنن حدس بزنن ببینن که این چیه و اسمش چیه. خب به هر کس یه دونه از این چاقوها دادن که چاقو پلاستیکی و اصلا خطری نداره، اصلا تیز نیست. اولین کاری هم که گفتم بکنن اینه که سیبا رو خرد کنن باهاشون که الان منم دارم همین کار رو میکنم. You gotta wait until I cook it. You gotta wait until I cook it. You gotta wait, wait, wait till I put it on your plate. You gotta wait until I cook it. خب اول به همه گفتن که سیبا رو خرد کنن، منم یه عالمه سیب خرد کردم. بعد این قاشقا رو دادن که هر کسی از شکرایی که داره یه قاشق شکر هم بریزه توی سیباش و هم بزنه. سیبا هم که از شب قبلش توی آب خیس کردن و آماده گذاشته که قهوه‌ای نشه. بعد از شکر هم دو تا قاشق کشمش بهش اضافه کردن. حالا داره دارچین رو میده به همه که یکم از دارچین هم توش بریزن. خیلی براشون اهمیت داره که یاد بدن به بچه‌ها وقتی کاری میکنن خودشون تمیز کاریش هم خودشون انجام بدن. به خاطر همین بعد که اونا رو درست کردن بهشون گفتن که ظرفایی که لازم ندارن رو بزنن کنار. خب الان به همه از این وردنه ها دادن که اول آردیش کنن که خمیره بهش نچسبه، بعد خمیره رو صاف کنن باهاش. الان که همه خمیرها رو صاف کردن یه مسابقه گذاشتن که خمیر کی بهتر در اومده و صاف و صوف‌تر در اومده. من که فکر کنم نفر آخر باشم. یه خمیره باید قشنگ مستطیلی در بیاد تا بتونن راحت بپیچنش. داره به بچه ها میگه که اینجا خمیره رو یه برش های اون شکلی بندازن که بعد اون مایه که با سیب و اینا درست کردن رو بزنم وسط.
حالا که خمیره تمام شد سیبارم گذاشتیم، باید دیگه با قلمو تخم مرغ بزنم روی این خمیره، دور این خمیره. این تخم مرغ هم گفتش الان که مثل چسبه، باعث میشه که خمیره به هم دیگه بچسبن، برای اینکه میخواد لولش کنه دیگه. باعث میشه که این خمیره به هم بچسبن وقتی که گذاشتش تو فر باز نشه. اول سر و ته خمیره رو تا کردیم، بعد دو طرفش رو زبدری روی هم دیگه میذاریم. حالا که بستیمش هم روش باز تخم مرغ میزنیم که همونطور که نیکول گفت روش هم خوش رنگ بشه، همین که کریسپی بشه و ترد بشه وقتی توی فر میره. توی هر سینی سه تا از اینا رو میذاره، بعد اسم هر کدوم از بچه‌ها هم که درستشون کردن رو روشون میچسبونه که معلوم بشه وقتی از خیر در اومد کی کدومو درست کرده. الان داره اینا رو میذاره توی فر، 20 دقیقه بعد توی فر باشه. تو این مدت هم گفتش که بعد همه اینجا رو میز ترتمیز کنن، وسایل رو جمع کنن، بعضی هم ظرف بشورن و بعضی هم دیگه میز رو پاک کنن. داره باشون یه بازی میکنه، با اول با سیبای تازه که بهشون گفتش که ببینن مثلا چه شکلی هن، شبیه چه حرف الف بان. یه بازی دیگه هم که داره باشون میکنه این که این سیبای خشکو به این نخه آویزون کرده و بهشون میگه که بدون اینکه دست بهش بزنن گاز بزنن، به خاطر اینکه تشویقشون کنه که میوه خشکم بخورن. میوه خشکم که همونطور که میدونین خیلی مغذیه، فیبر داره، برای دستا گوارش خوبه و کلی خوبه دیگه برای بچه‌ها. You gotta wait, wait, wait till I put it on your plate. You gotta wait until I cook it. هر دفعه بچه‌ها که میان توی کلاس بهشون یه مدرک آشپزی میدن که الان به منم یه دونه دادن. که هر غذا که درست می‌کنم مثلا روی این کاغذا که مدرک روش می‌نویسه که من امروز یاد گرفتم مثلا این غذا که امروز بود اپل فلات رو درست کنم، یا هر غذای دیگه روش می‌نویسن، اسمشون هم اینجا می‌نویسن که الان اسم منم روش نوشتن. Man, my mom said wait. I don't think I'm able. I wanna see some food on top of the table. Give me pancakes and syrup made of maple. الان هم میخوانیم پنگوانا رو یاد بدن که داره قسمت های مختلف بدن پنگوانا رو به بچه ها میده، که این پاهاش اول از هویج درست شده با نوکش که یه هویج کوچولو. خب الان که این سر و منقار پنگوان درست شده، یکی یه دونه خلال دندون به همه دادن که از توی سرش باید رد کنیم. به همه هم گفتن مواظب باشن که این خلال دندون توی دستشون نره، خاطر همین اینجوری باید بذارینش اینجا. این یکی زیتونه رو که دادن برای بدن پنگوانه، یکم هم پنیر خامه ای داده که بعد یه برش داره این زیتونه، بازش کنیم، بعد یکم از این پنیره بزنیم وسط. شکم پنگوانه باشه. الان که این شکمش درست شد میذاریمش روی این هویجه که پاهای پنگوانه میذاریمش روی این هویجه که پاهای پنگوانه بعد اینو بعد بذاریم روی پاس. اینجوری که با سبزیجات مختلف شکل‌های مختلف درست میکنن، بچه‌ها اصلا حسشون به اون میوه یا سبزیجات عوض میشه. برای اینکه خیلی از بچه‌هایی که این سنین اصولا زیتون یا هویج یا نخود یا اینجور چیزها اصلا دوست ندارن توی غذاشون، ولی اینجوری اصلا دیگه عاشق میوه و سبزیجات میشن. خب الان داره به همه کاغذ آلومینیوم میده که اپل پلات هایی که درست کردن رو بذارن توشون که خنکشن و ببرن خونه هاشون. آدم باورش نمیشه که اینا اینقدر قشنگ در اومدن. یه بچه مثلا 3-4 ساله اینا رو درست کرده، حتی اینو من درست کردم. خب کلاس الان دیگه تموم شده، من نشستم پیش نیکول که یه سری سوال ازش بپرسم که اصلا چجوری این فکر به سرش زد که این کلاس رو بندازه و کلن کلاسش چجوری کار میکنه. اوکی نیکول، how did you come up with the idea of having this class? With my son, who's now 8,
was a fussy eater. گفتش که خودش یه پسر داره که الان 8 سالشه و قبلا هم برای غذا خوردن وقتی کوچیک‌تر بود برای غذا خوردن خیلی ایراد می‌گرفت، غذاهای مختلف، خیلی مواد غذایی مختلف و سبزیجات اینا رو دوست نداشته. بعد تصمیم میگیره که یه کاری بکنه، مثلا باش بازی بکنه یا یه چیزی طرح بکنه که مثلا بچه‌اش دوست داشته باشه، پسرش دوست داشته باشه غذاهای مختلف، به خاطر همین باهاش آشپزی میکرد. و بعد دیگه این ایده به نظرش رسیده که اصلا یه کلاس رو بندازه و بچه‌های دیگر رو دعوت بکنه که تو این کلاس شرکت کنه. ازش پرسیدم که چیکار میکنه که مثلا عادت‌های بد غذایی بچه‌ها که خیلی دوست دارن مثلا چیپس و یا خوراکی‌های مختلف از سوپرمارکت‌ها بگیرن و بخورن یا مثلا برگرایی که توی مکدونالد می‌فروشن اینقدر دوست دارن، چیکار میکنه که اینا بچه‌ها سبزیجات و میوه و غذای سالم و مثلا بیشتر از این چیزا دوست داشته باشن. گفتش که با همین کارهای جالب، بازی، غذا درست کردن با بچه‌ها باعث میشه که مثلا خیلی این غذا رو بیشتر دوست داشته باشن. امیدوارم که از برنامه امروز خوشتون اومده باشه. اگه توی خونه هاتون با بچه‌ها غذای جالبی درست کردین، عکساشو حتما برای ما بفرستین. الان دیگه من میخوام از نیکو خدافظی کنم و برم. مرسی نیکو. Thank you very much. Bye.